نقاط ال که در اطراف هدف با هم دیگه حالت تقاطع میگیرن خیلی میتونه شبیه مرکز هدف پاسخ بده و اگه شما دیواره های خارجی رو در همه ازلا درست به دست نیارید و مقابل هم نباشند یا هر مورد دیگه ای که باشه که خطا بکنید شما خب متقابلا نقطه LF رو تشخیص نخواهید داد و این موجب میشه که شما اطراف یک هدف رو به عنوان مرکز هدف بگیرید نقطه بین دیواره خارجی و داخلی نقاط الت که در اطراف هدف حالت تقاطع میگیرن رو به عنوان مرکز هدف بخواهید تشخیص بدید و این اتفاق میفته و خیلی اپراتورها این اشتباه رو میکنن حالا امکان داره شما در این نقاط از سمت غرب یا شرق اشتباه بگیرید نقاط ال اف در اطراف هدف به عنوان مرکز هدف که مشخصات در همه مرکز هدف رو داره به خاطر اینکه دیوار خارجی رو درست به دست نیاورده در صحنه اصلی کار خوب امکان دارم از سمت شمال بیاید نقطه تقاطعهای های LF با هم دیگر رو در اطراف هدف فاصله بین دیواره خارجی تا داخلی که قرار داره LF رو اشتباه بگیرید حالا از جنوبم هم بیاید امکان داره این نقاط همه اشتباه به عنوان مرکز هدف بگیرید به خصوص این نقاط رو. چون نقاطش با مقابل هدف واکنشاش یکیه بین دیواره های خارجی و داخلی اگه ال و درست در نیارید و خود دیواره خارجی رو هم درست به دست نیارید در همه ازلا خب امکان داره شما در مقابل هدف قرار میگیرید میاید این نقاطی که الیف ها بین دیواره های داخلی قرار می گیرند یعنی بین الف تا دیواره داخلی از هر سمتی که بیاد امکان داره شما اشتباه هم به عنوان مرکز هدف قلم دادش کنید چون اصول همه رعایت نشده به خصوص در مقابل هدف حالا بین خود دیواره های داخلی تا نقطه الف یا الف تا دیواره داخلی در این نقاط هم میتونید شما خطا بکنید ولی اون جایی که مقابل هدف رو گرفتید میاید حالا تک دستانتن یا جفت دستانتن اشتباها شما محدوده های بین نقطه LF تا دیواره داخلی که میشه دیواره بیرونی اطراف هدف رو. اشتباه بگیرید اینا واکنش های شبیه مرکز هدف دارند. پس اونجایی که میگید فقط ما یه ویدیو دادیم با یه ترشولد ولی جواب نمیداده میتونسته این نقاط LF باشه هرچند منابع دیگه هم میتونست ترکیبی باشه و اپراتور خطا کرده تشخیص نداده ولی این نقاط بین که در ال وجود داره تا دیواره داخلی میتونه شرایط شبیه هدف رو داشته باشه مخصوصا میگیم از مقابل هدف دارید حرکت میکنید دا اینو در نظر داشته باشید حالا امکان داره شما اصلا خود ال رو اشتباه بگیرید با دیواره داخلی بیاید این نقاط رو اشتباه به عنوان مرکز هدف بگیرید خصوصیات اطراف هدف نقاطی که ال اف میاد با همدیگه تقاطع میشن میتونه شبیه مرکز هدف باشه در محدودهایی که دیوارهای داخلی هم هستند یعنی فاصله بین نقطه ال اف با دیواره داخلی اینجا میتونه خطا ایجاد کنه در اطراف هدف از هر سمتی که بیاید حالا بستی که داری تو کدوم سمت اشتباه کنید پس در پیدا کردن دیواره خارجی یا در همه ازلا و مقابل بودن همه دیوارهای خارجی با هم و نقاط الف و دیواره داخلی با دقت عمل داشته باشید در حرکت در مقابل هدف هم با دقت داشته باشید تا بین نقطه الف تا دیوارهای داخلی رو اشتباه هم به عنوان مرکز هدف نگیرید چون همه مشخصات مرکز هدف رو داره خصوصیات دیواره های داخلی که به هم دیگه میرسن میشه دیواره بیرونی و خصوصیات دیواره های درونی که دقیقا مرکز هدف هست این ویژگی های خاص خودشو داره که این ویژگی رو شما از پیدا کردن درست دیواره خارجی نقطه الف و دیواره داخلی در همه ازلا از دو طرف زل با دقت باید به دست بیارید پس نقاطی که الف هستن فاصله شون تا دیواره داخلی در محدوده هایی که در اطراف هدف حالت تقاطع میگیرن با هم دیگه اینجاها میتونه شرایطی شبیه مرکز هدف رو داشته باشه و شما خطا کنید باید اصولش کاملا در تک دست آنتن، جفت دست آنتن جایی جا که باز میشن بسته میشن چون شما در تک دست سانتن در نقاط الف که هم مقابل هدف میای خب چپگرد داری خب و یه گام برمیداری آنتنت از حالت چپگرد خارج میشه با جفت دست آنتن موازی از مقابل هدف میای خب دوباره در نقاط الف حالت زبده رو داری خب یه گام برمیداری باز میشه ولی در دیواره های داخلی که با هم تقاتو پیدا میکنن بهشون میگن دیواره های بیرونی وقتی تک دسته میای دیگه چپگرد میشه تا از اون طرف خارج شید چه از این طرف بیاید یعنی چپگرده میمونه یا حالت جفت سانتن وقتی شما به دیواره های داخلی میرسید که تقاطعشون اطراف هدف که بهشون دیواره بیرونی هم میگن مقابل هدف میایید خب جفت از سانترتون حالت زب در میگیره جفت از سانتر موازی و هر گامی هم برمیدارید باز نمیشه تک دستم به همین صورت بین دیواره های داخلی که تقاطو پیدا میکنن در محدوده اطراف هدف که بهشون میگن دیواره بیرونی شما تک دست در مسیر کلیه که حالا بگیم سه متر در سه متر تو صحنه اصلی کار سه متر دیگه فرزن سه متر کمتر سه متر که باشه باشه دیگه اختیاری میتونید دست بزنید بین دیواره خارجی داخلیتون سه متر در همه از مقابل هدفتون هم سه متر خب اینجا هم شما سه در سه دارید دیگه تک دستانتن که میایید از هر طرفی میرسید به این دیواره های داخلی که دیواره بیرونی هم بهش میگن تقاطع خود دیواره های داخلی در اطراف هدفه شما تک دست آنتن چپگرد داریم و هرگاه میام هم برمیدارید باز نمیشه جفت دست آنتن موازی هم که هم مقابل هدف وارد این دیواره بیرونی یا تقاطع بین دیوارهای داخلی میشید که به مرکز هدف برسید حالت ضبط در یک سره میمونه و از هم باز نمیشه حالا امکان داره تو سرنه اصلی کار شما دیواراتون 4 متر در 4 متر سمتونی در سمتونی باشه خب مرکز هدفتون هم همین قده از اینجا متوجه میشید که اشتباه کردید شما مرکز هدف رو درست نگرفتید با تگ دست یا جفت دست و دیوارهای خارجی و اف رو درست تشخیص ندید اطراف هدف به عنوان مرکز هدف یا نقاط اف یا بین نقطه LF تا دیواره های داخلی که در اطراف هدف با هم دیگه حالت تقاطع میگیرن که بهش دیواره بیرونی میگن و شما اشتباها در این نقاط به عنوان مرکز هدف قرارداد کردید بدم میگید فقط یه ویدیویی و یه ترشور جواب داد و اپراتور کل مسیر رو اشتباه رفته اینه که تک سانتن جفت سانتن مقابل هدف حرکتش و نقاطی که چپ گرد میشه و حالت زب در میگیره در جفت دستانتن بسیار مهمه برای صحنه اصلی کار در مقابل هدف به نسبت مرکز هدف